تص... یه تصور طولانی مدت داشته باشین از صفر از صفر کسی که هیچ چیزی بلد نیست و هیچ پولی هم نداره از کجا شروع بکنه و بتونه مثلا ده و 20 سال آینده خودش الان نقشه کشی بکنه که که مثلا بتونه حداقل تو ده سال آینده به یه جایی برسه که یه پول خوبی داشته باشه کسی قرار نیست بیاد نجاتتون بده مهمترین کسی که میتونه بیشترین تاثیر رو توی زندگیتون بذاره خود شما هستید سلام به همگی من آرمین نوابی هستم با توجه به اتفاقاتی که در آینده میفته به نظر میرسه خواهد افتاد اینترنت ماهواره ای هست رمزارزا هست راحت شدن یاد گرفتن زبان انگلیسی برای کسایی که دارن به آیندهشون فکر میکنن برای ها الان هیچ بهونه ای شما ندارید برای انگلیسی یاد نگرفتن بخاطر به خاطر اینکه دسترسیتون به اینترنت باعث شده که شما بتونید به راحتی زبان انگلیسی رو یاد بگیرید الان به شدت مهمه یه بحثایی من میخوام بکنم که احتیاج به ایجاد ارتباط و نتورکینگ و اینا داره احتیاج به پیدا کردن دوست و تشکیل تیم و این چیزا داره قبل از اینکه بهش برسم به همتون میخوام بگم که ما تو خودمون تو دیسکورد جمهوری بی خدایان اونجا مجانی میتونیم بیاید با همه صحبت بکنید رفیق پیدا بکنید تیم تشکیل بدید خیلی از کسایی که توی دیسکورد جمهوری بی خدایان هستن الان برنامه نویسن ویدیو ادیتینگ بلدن بعضیشون کلاس زبان دارن میذارن لینکش سری ویدیو هامون هست جاهای مختلف وجود داره ولی شما میتونید بیان از دیسکورد جمهوری به خدایان هم استفاده بکنید با من فقط میخوام که این پنج مرحله تو ذهن همتون باشه پنج مرحله رو اول لیستوار به شما میگم بعد یکی یکی بررسیش میکنیم مرحله اول یادگیری مهارت ارزشمند بهش میگن HVS High Value Skill مرحله دو راهندازی یک کسب و کار مبتنی بر خدمات به این میگن SBB سرویس based business مرحله سه استفاده از رسانه های اجتماعی همون سوشال میدیا مرحله 4 استخدام یک تیم مرحله پنج محصولات دیجیتال بریم سراغ تک تک این مرحله ها مرحله یک چی بود یادگیری مهارت ارزشمند یا HVS High Value Skill اولین قدم برای کسب درآمد بیشتر یادگیری یا شناسایی یک مهارت ارزشمند است مهارت ارزشمند مهارتی است که مشکلی را حل می کند که مردم مایلند برای آن هزینه بپردازند و این مهارت به سطح خاصی از تخصص نیاز دارد که همه آن را ندارند نمونه های از مهارت های با ارزش عبارتند از کدنویسی ویرای، ویرایش ویدیو تدریس خصوصی و بسیاری دیگر بزرگترین مهارتی که شما باید داشته باشین که اینجا تو این لیست نیست یادگیری سریعه چون ما الان در دنیایی هستیم که چیزی که نیاز هست که شما بتونید کامپتیتیو باشین رقابتی باشین نسبت به بقیه اینه که چون مهارت های لازم قبل... قبلنا مثلا ده سال یه بار عوض میشه بعد شد چهار سال بار عوض شد. این سال پیش میگفتیم ای مهارت های لازم برای چهار سال بار عوض میشه پس ما اگه بخوایم مثلا بریم فوق لیسانس بگ... لیسانس و فوق لیسانس بگیریم دیگه بعد از اینکه تموم شد اون لیسانس ممکنه لیسانس دیگه به در نخوره الان اون ز... این حرف هم که چهار سال عوض میشه دیگه قدیمی شده مهارت های ارزشمند میگه دو سال بار داره عوض میشه داریم میریم به جایی که ممکن مهارت های ارزشمند ماهی یه بار عوض بشه برای همین شما لازمه در... یاد بگیرید که چجوری سریع یاد بگیرید هیچ چیزی مهمتر از این نیست یاد بگیرید که چجوری سریع یاد بگیرید و بعضیها میگن که منابع برای یاد گرفتن به اندازه کافی به فارسی هست ده. غلطه خب منابع به فارسی هست ولی منابع انعطاف پذیر نیست الان شما باید انگلیسی یاد بگیرید چون مهارت های جدیدی که شما باید یاد بگیرید فقط به انگلیسی سریع میاد شب خوابیدید صبح هوش مصنوعی اومد الان یه کار جدید داره میکنه که من باید ب... ب... یاد بگیرم اینو چجوری انجام بدم این آموزش اینکه الان اینو چجوری باید انجام بدی به چینی نمیاد به فارسی نمیاد به فرانسوی نمیاد به آلمانی نمیاد اول از همه به انگلیسی میاد و با تعداد بسیار زیادی به انگلیسی میاد یعنی اگر هم بالاخره مثلا به با آلمانی اومد اگه یه ویدیو به آلمانی اومد اگه 10 تا ویدیو به آلمانی اومد 100 تا ویدیو به انگلیسی میاد و شما میتونید از اون 100 تا ویدیو انتخاب بکنید که کدومش رو گوش کنید و احتمالا اون 100 تا ویدیو خوبی که شما بتونید ازش یاد بگیرین توش راحت تر میشه پیدا کرد تا اون 10 تایی که به آلمانی اومده برای همین انگلیسی رو حتما یاد بگیرید به یه جایی برسید که این ویدیوها رو با دور تون یاد بگیرید ت... چیزهایی که باید یاد بگیرید انقدر زیاده که سرعتتون هم باید افزایش پیدا بکنه بهتون گفتم اول ببریدش رو دوره مثلا ببینید یک 25 بعد از این مدتی که اون رو عادت کردین ببرین یک, یک و بعد از مدتی که اون رو عادت کردین ببرین یک و پنج. نه در نهایت باید ببرین دور دو رو دور دو انقدر باید بهش عادت بکنید که دیگه نتونید با سرعت کمتر گوش بکنید یعنی اگه با دور سرعت کمتر گوش بکنین اصلا مجموع... احساس بکنید که باید بزنید سر خودتون انقدر کنده در این حد باید بشه یعنی انقدر عادت بکنید میخوام بگم این برنامه ای هست برای کسایی که هیچ پولی ندارن یوتیوب مجانی بنز کافی برای همین چیز کلاس داره حالا ادامه میدم برای شناسایی یک مهارت با ارزش به این فکر کنید که در چه چیزی خوب هستید یا به چه چیزهایی علاقه دارید و سپس تحقیق کنید که مردم به دنبال چه نوع خدماتی در آن زمینه هستند به این سه قسمت در چه چیزهای خوب هستید به چی علاقه دارید و چه خدماتی مردم الان بهش احتیاج دارن سومی مهمتر از اون دوتای اوله تو مرحله های بعد می بینید که شما فقط وقتی که دارین به, اسا... به مهارت نگاه میکنین که چه مهارتی پر ارزشی یا ارزشمنده اه... باید آیندهش هم در نظر بگیری باید ببینید که چقدر این میتونه رشد بکنه خب و برای رشد هم باید یک استفاده اهرامی بکنی حالا این اهرامی تو فارسی معادل نداری ولی به یه جای خواهید رسید که باید برای رشد بیشتر باید یک ابزارهایی استفاده بکنید که ماورای وقت و توانایی شماست حالا به اونم میرسیم ولی وقتی که دارین دو... استعدادتون نگاه میکنید دنبال چیزی نگردید که الان مثلا من انقدر وقت بذارم چقدر به پول میده باید به اینجای برسید که بعدا چقدر میتونید لیورجش بکنید چقدر میتونید اهرامی بکنید چقدر میتونید سکیلش بکنید یعنی چقدر میتونید گسترشش بدید بدون دخالت خود شما یعنی لیورج کردن یا سکیل کردن یعنی به این چقدر میتونه این بازار شما این تجارت شما رشد بکنه جدا از وقت و هزینه که شما دارید روش میکنید